رسیدیم به ترک دهم از آلبوم خفن شاید، ترک عقده ای، ترک به شدت مشابه بهش ریاکشن برم و یکی از تنها ترک هایی که بچه‌ها میخوام یه تیکه از پشت صحنه هم با هم ببینیم. یعنی صبر کردم ندیدم ولی خیلی مشتاقم ببینم که امیر جعفری توی پشت صحنه هست، چون اونطوری که شنیدم امیر جعفری توی این ترک یه دیالوگ داره و حدسی که میزنم و یه عکس هم قبلا منتشر شده بود که با مرز شایی گرفته بود و جعفری توی پشت صحنه باشه و به شدت مشاهمم چطوری هست. این ترک بچه ها با تارا صلاحیه، دو تا ترک داره با تارا، یکی اینه یکی هم ترک چهارم آلبوم یه جا یهو بر میخوره بهت. سری بریم ما بیان و این ترک رو با هم گوش بدیم. برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن، به وقت بوسیدن. خب بچه همین سخته این ترک عقده ای، ببینیم که چه خبره دیگه، لیتس گو. و همونطور گفتم بچه ها این ترک رو کامل گوش میدیم، یه تیک از پشت صحنه‌اش هم گوش میبینیم با هم، ببینیم که آیا امیر جعفری توش هست یا نه و اگه هست چطوری ریکورد کردن قسمتشو. لیتس گو. وایب خوب قفلی احساسی شاید داره من میده این بیت. بیتش هم محمد رضاییان طبقه من اسمش نمیدونم اقدس یا چی، چه صدایی، به به، دوست دارم پشتم باشی، بخوای ببینیم تو نوبت وایسی، نمیدونم اقدس یا چی داداش، ما مجبور بودیم محکم باشیم، میدونی؟ مجبور بودیم. چقدر قشنگ میگه، میگه ما مجبور بودیم تو این دنیا به خاطر شرطی که هست محکم باشیم و یعنی نابود شده بودیم، دست خودمون نیست، مجبور. اسمش نمیدونم اقدس یا چی، اسمش نمیدونم اقدس یا چی، دوست دارم پشتم باشی. ترانزیشن موهای تنم یه دفعه سیخ شد و چیزی که تو ویدیو قبلی آخرش می‌خواستم بگم که گفتم تو این ویدیو میگم این بود. من واقعا کیف میکنم که پیشرفت شایر رو اینطوری میبینم که یه زمانی مثلا برای ترک تنگی نفسش چند تا ترک دیگه میومد از دیالوگا استفاده میکرد، دیالوگا فیلم قدیمی استفاده میکرد و الان به جایی رسیده که اون بازیگر رو میاره توی استودیوش و با هم همکاری میکنن. اولی که اصلا این حرکتی که بازیگر بیاری توی آلبومت و از صداش استفاده بکنه، یعنی اولین باری که توی رپ فارسی اتفاق افتاده، یعنی حداقل به صورت همکاری، نه که بیام مثلا صدای طرفو بردارن. من خیلی حال میکنم واقعا میبینم که کجا بود، از کجا شروع کرد ممرز شایه و الان کجا هست. بریم ادامه. مجبور بودیم، اسمش نمیدونم اقدس یا چی، اسمش نمیدونم اقدس یا چی، دوست دارم پشتم باشی، میخوای ببینیم تو نوبت وایسی، اقدس یا چی، کموت کموت لباس میخوام، عده اصول با کلاس میخوام، 2300 متر تراس میخوام، نگم دیگه دختر بساز میخوام، اقدس اینا یا چی، باغ ویلا با استخر حالا چی. اصلا خودش اولش میگه آقا این چیزایی که دارم توی آهنگ میگم شاید اصلا عقده باشه، شاید عقده بچگیام باشه، ولی این چیزایی که الان میخوام میگه اسمش نمیدونم چی دیگه، نشونم ترک ها پاچین، ببینی زیر پاش اتاق هفته داشید، آخر ما نگاد بنزو میخرم بالاخر باورات، فقط خودم بام الان یک تهران میشم باورم، چیزی ره تو این شهر ندیدم، جاش اندازه رویم قویم، برای دویدن سریم، اولویت هدفم دوری از بقیه است. و چقدر باحال گفت. خیلی وقتا بچه‌ها برای اینکه به هدفتون برسیم بعد یه دایره دور خودتون بکشین که خودتون فقط خودتون و تمرکز به هدفتون باشه. میگه اولویت هدفای من اینه که یه دایره دور خودم بکشم و تنها بشم. برای دویدن سریم، اولویت هدفم دوری از بقیه است. وقتی کمی تنهاییه دیگه، وقت لشبازی نی، سر بالایی ما واسه تو سر پایینی، پیاده گاز بده بینم چند تا میری، تو بگو بدون کفشام باشی، این تنه لش وقتشی از خواه پاشی، من فلزم دنیا تو فنگا پاچه، نیبینی دیگه پوتینم بنداش بازه، عقده ایم و آماده باش، واشت جلو من کی داشت رای پاش، دنیا رو با یک چک آبدار بگوش، سمونو کل ستاداش مال ما.
ماست. حال من همش یه جوره یه طوریه، تو بالا ما نه چه جوری چطوریه. چرا من انقدر همه چی با هم میخوام، امشبم بازم به سقف ماتم بیخوام. نمیدونم باید راست رو برم یا چپ من، ولی محاله یه روز ببینی بازم تو. بیت کار که اصلا شروع شدم میدونستم که از اون چای قفلی هست و تا الان واقعا خفم. آرزوی ما بود خاطره باقی، من کش میخواستم جای دل خالی، یه مایه حسابی گندشم و سرم جایزه بذارین. نگاه به قیمت نکنه مامان، این چست و منو نره تو مخه بابا. قد شخصیتم پول باشه تو حسابم، خاطراتون نباشه آرزوی ما. انجام بدن لبتر کنم، فکر نکنم بد خرج کنم صبح تا شب. این سر این آرزوی خیلی از ما هست دیگه. وقتی میگم خرج بکنی، خب خیلی خیلی از ما یه دو تا چهار تا میکنیم تو ذهنم که آقا مثلا پولمون میرسه بخریم یا نه. میگه میخوام به جایی برسم که اصلا فکر نکنم قبل خرج کردن. البته حتی ایلان ماسک هم که اشتباه باید فکر کنی قبل خرج کردن، نمیتونیم توی الکی بری هرچی میخوای. بدن لبتر کنم، فکر نکنم بد خرج کنم صبح تا شب. این سگ ندوام، من عقده یه زب در دوام. بیست شدیم کسی چیزی نخرید، چه جایزایی بود تو جامیز بغلی. گردن بقیه طلا ما پیت علبی، دلیل بیخوابی شبم واسه ما همیشه یه دونه کم بود. فرق دارم با تو بدون کم بود. نگاش میفته یه روی شهرون، نمیذارم این اخباروش بمونه ابروم. اوضاع اینجوری نمیمونه، درستش میکنم روز خوبو. اون خودش قرار نیست بیاد، نگاه من مغرور رو افق روبرو رو. اینم یه رفرنس ترک یه روز خوب میاده ایشکی هست که میگه آقا اون یه روز خوب باید بسازی، نمیاد همینطوری صبر کنیم بگی خب منتظر میشیم تا یه روز خوب بیاد. یه وقت خودم بسازم خوبو. درست میکنم اون روز خوب. اون خودش قرار نیست بیاد، نگاه من مغرور رو افق روبرو رو. حال من همش یه جوره یه طوری، خیلی چاکه خفنی. تو بالا ما نه چه جوری چه طوری. چرا من انقدر همه چی با هم میخوام، امشبم بازم به سقف ماتم بیخوام. نمیدونم باید راست رو برم یا چپ من، ولی من حال یه روز ببینی باشم تو. یکی از بهترین وکالیست‌های دختر ایران. بودویم بریم پشت صحنه رو ببینیم آقا این امیر جعفری چی بوده داستانش. 4-1-2 این که امیر جعفری. اوه ببین همه سازم زنده زدن ها. همین که تارای امیر جعفری کجایی تو؟ آیا هست اصلا؟ نکنم پس باشه. وایسا این که امیر جعفریه. پشمام آقا جعفری و اردن استودیو و اینکه اوکی بوده ویدیو ازش بگیرن به خاطر خب بالاخره رپ دیگه، رپ غیر مجازه و اوکی بوده. خیلی کار گنگش بالاست. من کلا امیر جعفری از بچگی اون زمان که تو بدون شرح بود، خیلی از بچه جدید اصلا نمیدونم سریال چیه، از اون زمان عاشق شدم تا الان که دیگه واقعا یه لجندی شده واسه خودش. داره اینجا آهنگ گوش میده. کمد لباس این به نظرم میتونم تو این گوش دیالوگ داشته باشم. آوترو سر فکر کوتاه‌تر باشه. آره دیگه، ولی اینترو هم داشته باشه. 50 ثانیه جا هست اینترو. خیلی خوب. همینطور داشته باشم آوترو دیگه. آوترو نداش اگه دقت کنی، فقط اینترو داشت. اسمش نمیدونم مقدس چه چی، دوست دارم پشتم باش. میخوایی ببینم این رو دوباره بذارم مقدس چه چی. آقای لوب کنم این رو. نه نمیخوام بیتش رو بذاریم. فکر کنم دارن سعی میکنن این چیز در بیاریم. همین میتونه شروع بشه. آقا همین طور رو بگیم.
کاش اسمش نمیدونم اقدس یا چی رو میگه پشمندش یه چیزی بر وزن همون یا چی، ولی اون به دو مثل دوم خودت نباشه، دوست دارم پشتم باشی نباشه. آره میفهمی، ولی ببین جعفری به نظرم مثل یک کارگردان بوده، یعنی قشنگ حکم کارگردان پروژه رو داشته. و من یکی دوتا از پرسنهای دیگه هم دیدم اونایی که با هم ریاکشن رفتیم، قشنگ مثلا به خود شاهین میگم مثلا اینجا رو بالاتر بگو، اینجا رو پایین‌تر بگو، مثلا بیت اینجا رو مثلا کم کم و زیاد بکن. قشنگ میگم کل پروژه دست جعفری بود از نظر مثلا کارگردانی قضیه. پشتم باشی نباشه بیا اولیشو بگه دومیشو متفاوت بزنه. کاری میگه آره همینو میگم همونو میگم دو سه تا میگیم چیکار کنیم کارت درسته. خرکیف شدم جدی، این که اصلا این همکاری خیلی چیز باحالی شد. دیالوگ بگه قشنگ یه همفکری هم کردن همه شب نشینی ولی خب آره دارم نمیدونم اون بوده آره چی ما مجبور بودیم ممکن بشه مثل همچین سیسی بشه بریم. اسمش نمیدونم اون بود است یا چی، ما مجبور بودیم محکم باشی. بهتر شد، میتونه تمیز سرم در بیاد به نظرم ما. آره یه ذره اون مکسو آره، ولی میتونه بهترم در بیاد. آره بریم، من میگم پشتش هم جمله همینه، پشتش هم جمله همینه. دارم میگم یه دونه دیگه هم بنویسه، الان گفتم یه دونه دیگه بنویسه، سه تا بگه تمام کافیه. آره بذار یه بار دیگه. اسمش نمیدونم دست یا چی، ما مجبور بودیم محکم باشیم. سیدارو اسمش نمیدونم اقدس یا چی، اسمش نمیدونم اقدس یا چی. این آخریه که گفت در اومد همون لحن آخریه، آخریه طلا بود خیلی بالا. حالا من کامل نمیخوام برم ویدیو طولانیه، ولی واقعا خرکیف شدم اینو دیدم. و میگم اینی که ببینیم اون زمان مثلا مرزش رایی واسه تنگی نفسش واسه خیلی از آترکش مثلا یکی از پایونیرای این قضیه بود که از فیلم ها میمند مثلا دیالوگ میورتی یا هنگاش از اونجا به جایی رسته که بازیگر دعوت میکنه به استودیوش. واقعا واسه من مخاطب، واسه منی که دارم مثلا رپ فارسی دنبال میکنم، خیلی چیز بزرگ، دستاورد بزرگیه. من که خیلی حال کردم. بچه‌ها شما حتما نظراتتون تو کامنت سکشن بنویسید و بنویسید که ترک بعدی که دوستان ریاکشن برم از یانو کدومه تا ویدئوی بعدی زن زندگی آزادی.